درود از ادب خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیزم. 31 اکتبر 2024 میلادی، 10 آبان 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمت شما هستم با یک ویدئویی که براتون آماده کردم. قسمت‌هایی از صحبت آقای ایرج مصداقی هستش که در گفتگوهای هفتگی خودشون در تلویزیون میهن با آقای سعید بهبهانی انجام میدن. ویدئویی که من آماده کردم از این گفتگوی 4 ساعت و 12 دقیقه‌ای هستش که لینکشو براتون توی دیسکریپشن این ویدئو میذارم. لطفاً اگر میخواییم تمام این گفتگو رو تماشا بکنید، حتما به تلویزیون آقای بهبهانی و کانال ایشون مراجعه بکنید و اگرم رفتین اونجا لطفاً یه کامنت هم بنویسید که بالاخره این شکلی ما میتونیم از آقای بهبهانی تشکر کنیم که آقای مصداقی رو سالهاست دارن میارن و باشون گفتگوهای هفتگی انجام میدن. امیدوارم که از این قسمت‌هایی که من جدا کردم از این گفتگو هم خوشتون بیاد. اگر در ایران هستین لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت میتونید به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. اگرم در خارج هستین و کار کانال ما رو دوست دارید، میتونید از طریق گزینه‌های تانکس و جوین کانال رو حمایت کنید. زنده باد ایران ایرانی با شرف. لعنت بر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم، دمتون گرم، خیلی مخلصم. نظرتون رو پرسیدن راجع به حمله اسرائیل در اهدافی به ایران و حالا عده‌ای از این دشمنان اسرائیل اسمشون رو بذاریم مدعین که چرا کو موش زایی، خیلی چیز غریبیه که میگه چرا کم زد. اصلا ما نداریم همچین چیزی که مردمی اینجوری راجبه کشور خودشون فکر کنن. بفرمایید بشنوید نظر شما. نه حالا هیچ ایرادی نداره اگر کسایی دل بسته بودن به حمله اسرائیل چنین حرفی رو بزنن که اشکال نداره. کسایی که خودشون رو ضد جنگ جلوه میدن، اتفاقا من دیدم اطرافیان آقای ابوالحسن ولی صدر اینها به جای اینکه عاقبت به خیری برای ایشون درست کنن، بیشتر در واقع به نظر من برای دشنام و اینها میخرن. ببینید اتفاقا من دیدم در همینطور که میگید آقای دلخواسترم، من دیدم یه مقاله نوشته بود با همین عنوان کوه موش زایید، انتظار داشتن اسرائیل خاک ایران رو توپره کنه. خیلی جالبه اینایی که ضد اسرائیل بودن و یا ضد جنگ بودن حالا میگن چرا اسرائیل خوب نزده. لابد میترسیده اسرائیل، از اینا میترسیده یا از رژیم میترسیده. دارید علارغم همه پوششی که به حرفاشون میدن، دقیقا حتی راجع به موضوع حمله اسرائیل هم اتکای اینا به رسانه های رژیمه. یعنی اینا دقیقا رسانه های رژیم رو به نوعی اخبارش رو بازتولید میکنن یا اونا رو انعکاس میدن. وگرنه خب میدونیم که رسانه های بین المللی چیز دیگه ای گفتن، کارشناسان نظامی بین المللی موارد دیگه ای رو مطرح کردن. حتی خامنه ای هم ادعا کرده که حالا هم در ارتباط با مبالغه راجع به حمله اسرائیل گفته که در واقع پاسخیست به اسرائیل و اینکه خب سعی کنه حمله اسرائیل اونجوری که اونها جلوه میدن نشون نده و از طرف دیگه میگه کوچک انگاری هم نشه. یعنی داره به نیروهای خودش میگه، میگه آقا ضربه ایست که ما اینجوری خوردیم چی داریم میگی. و اتفاقا من یاد یک متنی میفتم که میگفتند یک خبری بودن نادر در نمیدونم یکی از جنگ هاش که داشته، حالا اینا دارم عرض کنم نه به مفهوم واقعی تاریخی عرض کنم، دارم اینو به عنوان یک
موضوعی که روایتی مطرح میکنم، واقعا شاید تاریخی هم نداشته باشه، شکست خورده و بعد با نمیدونم چی چی مهدی میرزا یا چی، حالا این درست خاطرم نیست، وزیرش یا دستیارش نشسته بوده در سنگر. بعد اون موقع او میگه که به ترکی میگه بهش که آقا ببو قشون برای ما بفرستن، و او شروع میکنه یه نامه بلند بالا نوشتن، اولش نمیدونم لشکر ظفرنمون نادر اینجوری اونجوری اینجوری اینجوری، بعد دیگه یه گوش زخمی به لشکر خورده، مثلا اون عصبانی میشه یه فوشی میده میگه ببخشید دیگه این لشکر مثلا تارومار شده، بعد موقع تو یه گوش زخم خورده بنویس که ما هم بلند شده ما اینجوری شدیم، سپاه بفرست لشکر بفرست. حالا حکایت این داستانه که خب اسرائیل تمام سیستم دفاع موشکی ایران رو که همون S-300 هست رو زده نابود کرده، از طرف دیگه سوخت موشکی، سوخت جامد موشک های بالستیک سپاه رو هدف قرار داده. خب اینا رو ما میدونیم، عکساش هست، فیلماش هست، آثارش هم هست، و حتی یکی از مراکز مخفی موشکی رژیم در شاهرود رو هم مورد هدف قرار داده، و از طرف دیگه داره زمین سازی میکنه. ما یک جنگ پایان یافته که نیست، یک مرحله دیگه از این جنگ جلو رفته و اسرائیل ضربش رو وارد کرده، حالا منتظره ببینه رژیم که واکنش نشون میده و تا بتونه در آینده حملات خودش رو بر اساس اون پایه‌ریزی کنه. خب شما ملاحظه کنید این دیگه حتی عقبتر از این حضرات، عقبتر از خود رسانه های رژیم هم هستن، چون دیگه بعد از اینکه خامنه ای مطرح کرد یه چیزی رو اونا بالاخره پذیرفتن که یه حمله شده، ولی این همچنان میگن آقا کوه موش دارید. ببینید برای اینکه واقعیت امر اینه که اینا ته دلشون که مخالف جنگ نیستن، که ته دلشون هم که با این حملات اسرائیل که مخالف نیستن، که منتها اینا پوز اینوری میگیرن، وگرنه از خداشون اسرائیل که چی آمریکا و نمیدونم فلان بزنن تارومار کنن اینا، بر در واقع بر ویرانه های ایران بعد برن برقصن و آخرا بگن چی ما مخالف بودیم، ما از اول مخالف بودیم. نگاه کنید ببینید اینا اینن. به همین دلیله که اتفاقا وقتی میبینه ایشون اسرائیل حملش اونجوری که انتظار میرفته نبوده، زودی میاد میگه کوه موش دارید. آیا اسرائیل نمیتونست هدف قرار بده؟ ببینید قبلا هم همین آدم ها به سخره میگرفتن قدرت اسرائیل رو، به محضی که اسرائیل شروع کرد به حمله کردن و تارومار کرد حزب الله رو و بخش اعظم قدرت نظامی رو از بین برد، گفتن نه چرا تو حالا تو مفهوم خودشون آن چرا نامردی کرده، چرا زده نمیدونم پیجر منفجر کرده، چرا زده نمیدونم از اون طرف ویسیل منفجر کرده، چرا سیستم درمانی انقدر این حمله گسترده بوده که سیستم درمانی لبنان از کار افتاده. خب افتاده که افتاده، یعنی تو جنگ شما تو جنگ اهداف مشروع رو هم نزنید، چون سیستم بهداشتی یک کشوری از کار میفته و نمیتونه مجروحینش رو درمان کنه، اونم مشروع ترین اهداف رو. و ببینید به خاطر اینه که اساسا این آدمایی که گفتم با خودشون رو راست نیستن، حالا چه برسه با مخاطبینشون. و از نظر من حمله ای که اسرائیل کرده خب حساب شده است و اونا مثل یه بازیگر شطرنجی دارن مهره های خودشون رو جابجا میکنن و فکر میکنن چه بسا مراحل دیگه ای این حملات متقابل اسرائیل و رژیم در آینده صورت بگیره، این حملات متقابل، و از حالا دارن به فکر اون روز هستن. میدونیم که اسرائیلی ها گفتن، تاکید کردن که ما با زدن دفاع موشکی رژیم، یعنی پدافند هوایی رژیم، که اتفاقا واقعیت هم هست، 4 تا از کسانی که در این پدافند بودن جهان خودشون را از دست دادن،
و همه اینا موجب شده که خب ما نتیجه بگیریم اسرائیلیا واقعیت رو بیان در ارتباط با میزان ضربات نظامی اسرائیلیا تا حالا در طول این مدتی که ما تجربه کردیم یک سال گذشته اطلاعاتشون تقریبا مفهوم صحت بوده. فقط اطلاعاتی که ما تا حالا دیدیم حزب الله، حماس و رژیم اعلام میکنن اینا اطلاعات نادرسته. حتی رجزخانی هایی هم که میکنن واقعی نیست، چون اسرائیل اون چرا که رجزخانی کرده تا حالا در صحنه عمل هم اونا رو اثبات رسونده یا در واقع اجرا کرده اون شعارهاش رو. اینجوری نیست که همجور رو هوای چیزی گفته باشه و بعدم ازش عبور کرده باشه. بنابراین من تصورم اینه که این افراد به انهای مختلف هم خودشون رو همچنان از تک و تاب نمیدازن. مثلا یکی میره، من دیدم دیگه، اهم هست نمیدونم از همین قماش، مثلا اون آقای آرش عزیزی خیلی جالبه، تو ایندیپندنت فارسی هم کار میکنه و در اونجا، ولی خب به نوعی من میتونم بگم که سنگ رژیم رو هم به سینه میزن، ملاحظه میکنید، چون اونجا اومده مطرح میکنه، میگه 4 تا ایران سرباز ایرانی کشته شدن، این حضرات چرا نمیان محکوم کنن؟ چی رو محکوم کنیم؟ یا میاد به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنه، میگه چرا شاهزاده رضا پهلوی 4 سرباز ایرانی کشته شدن محکوم نکرده؟ چی رو محکوم کنه؟ رژیم نکبت اسلامی رو باید محکوم کنی که این وضعیت برای کشور به وجود آورده؟ نظام نکبت اسلامی رو باید محکوم کنی که ایران رو در لبه پرتگاه گذاشته؟ بیا به اسرائیل حمله کنیم. این دقیقاً، ببینید، دقیقاً اینها نشون میده که به نوع اینا بخشی از سیاست پروپاگاندای رژیم میشن، حتی اگه نخوان میشن، ملاحظه میکنید، و همون حرفای رژیم رو میزنن. یعنی چی؟ صبح داشتن نشستن اینجا، چرا شاهزاده رضا پهلوی اینو نکرد، چرا شاهزاده رضا پهلوی اونو کرد؟ مثلا اینا درد دیگه میسی که ندارن، مشکل دیگه میسی که ندارن، مگر رضا پهلوی وظیفه‌ش اینه که بیاد اینجا موضع‌گیری کنه؟ اونم چی؟ ایشون قبلا به صراحت اومده مطرح کرده، به صراحت موضع‌گیری کرده، دقیقاً به درستی گفته مردم ما خواهان جنگ نیستن. خامنه ای که کشور رو در لبه پرتگاه برده تاکید کرده جنگ به نوعی مشکل رو حل نمی‌کنه و و و, و همه این حرفا رو زده. ولی خب اینا که مسئله‌شون این حرفا نیست که یه مش کمونیست قزمیت، اون پدر بزرگا اینا چه کردن که بچه هاشو بکنن که اینا نوه نتیجه شون باشن؟ اینا هنوز از تاریخ درس نمیگیرن، هنوز دنبال اون جفنگیات هستن که امروز دیگه کوس رسواییش بر سر آل بر سر هر کوی و برزن زده شده. و خب ببینید مشکل اینجاست آقای بهبهانی، که در به نظر من اسرائیل داره بازی میکنه با این موضوع و خیلی ها خب توقعات دیگه ای داشتن. اونا باید مشکل خودشون رو حل بکنن و اونا که بایستی با خودشون به نوعی برخورد بکنن، وگرنه اسرائیل بر اساس منافعش عمل میکنه، بر اساس تحلیلش از موقعیت عمل میکنه. اسرائیل یک سال کاری به لبنان نداشت، هیچ واکنشی در لبنان نشون نداد از خودش. چرا؟ بعضی اوقات اگه موشکی میزدن اونجا رو مثلا یه حمله بهش میکرد، ولی میبینیم وقتی که موقعیتش به نوعی در غزه تثبیت شد اومد سراغ لبنان و میبینیم چه دماری از روزگار حزب الله در بوده. همین اتفاق میتونه راجع به رژیم بیفته، همین اتفاق میتونه تو حملات متقابلی که احتمالا انجام میگیره بیفته. و ما که نمیتونیم سهم بشینیم اینجا، یه نفری مثلا داره از کوه میره بالا، از اینجا ما نشستیم نگاه میکنیم یه کرنومت گرفتیم، یارو اگر بعد از این که مثلا رفت توی یک مثلا ارتفاع 3000 کیلومتری ایستاد، نشست یه گوشه ای و نه دیگه، دیگه نمیخواد، خسته شده دیگه، بریده دیگه، کم اومده، یارو ها نشسته داره
استراحت میکنه. بوله میشه میره دوباره دو 5000 متری دوباره میگه نه این خسته شده، ما میدونستیم از اول معلوم بودیم بریده، اصلا به قیافش نمیاد گیر بکشه بالا. خب دوباره میبینه یارو راه افتاده رفت، خواه تمدید قوا بکنه میره 6000 کیلومتری دوباره همین داستان. خب این که نمیشه که هر کسی، هر جنگی، هر فرمانده جنگی میتونه نقشه های مختلفی داشته باشه، نقشه های متفاوتی داشته باشه. بعد کسایی که نه سر پیازن، نه ته پیازن، نه اطلاعی از مسائل نظامی دارن، نه اطلاعی از نقشه های جنگی دارن، نه اطلاعی از بازی های پشت پرده دارن، نه اطلاعی از بدوبستون هایی که اون پشت صورت میگیره دارن، بعد میان همین جوری میان و یک مسائلی رو مطرح میکنن و خودشون رو عقل کلا میدونن. خب خیلی واضحه احتمالاً آمریکا فشارهای روی اسرائیل آورده، احتمالاً اسرائیل یک امتیازاتی گرفته و بعد یک توافقی شده که احیاناً اگر مثلا شما در این حد برخورد کنید و ما تو مراحل بعد میتونیم باتون همراه بشیم. اسرائیلیا سبک سنگین میکنن و بر اساس اون برنامه حمله خودشون رو میریزن. ما هیچ کدوم از اینا رو اطلاع نداریم، میتونیم حدس بزنیم و همه اینها بوده ها و همه اینا موثره به نظر من. و خونه آخر باید بگی آقا بالاخره تو این وسط چی کاره ای؟ این وسط اگر در واقع تو خواهان جنگ نیستی که خب باید از این استقبال کنی، باید بیای به قول خودت چه بدونم خدا رو شکر کنی که این حمله صورت نگرفته یا کم صورت گرفته یا میتونه رژیم حالا واکنش نشون بده. و چرا زانوی قم بغل گرفتی؟ ببینید اینجاست اون تناقض اینها میزنه بیرون ها. یا انقدر دشمنن، انقدر دشمنن، انقدر این دشمنی چشم اینا رو کور کرده که هر کاری اون بکنه این باستی چیه؟ ساز مخالف خودش رو بزنه. کم بزنه میگه چرا کم زد، زیاد بزنه میگه چرا زیاد زد. میدونید داستان اینه دیگه، برای اینا هیچ چیزی جز دشمنی کور هیز هیستریک معنی نداره آقای مهمان. متاسفانه خیلی بعد این کار، یعنی ببین در شرایط که هیچ کس دیگه ای نیست توی صحنه، فقط یه شخص وجود داره، اونم همین شاهزاده رضا پهلوی، هیچ کس دیگه ای نیست که در قد و قواره ایشون باشه. اون وقت تو همین یه سرشاخه رو داری نشستی مرتب اینو بهش صدمه بزنی، ببری، بشکنیش. نمیفهمم، نمیتونم هضمش کنم در حقیقت. یا مثلا میگه این که شاهزاده گفتن که این جنگ جنگ رژیم است نه جنگ ایران، مخاطبش همین افسران بوده که کشته شدن. به نوعی ایشان میگوین نگاه کن استدلال جان من گوش بده، میگه ایشان به نوعی میگوین در هنگام حمله اسرائیل باید موضع خویش را رها کرد و جان خود را نجات داشت. وقتی بخواد بی منطق حرف بزنه از هر موضوعی میتونه یه قصه برای خودش بسازه و اون خب تازه حتی اگر اینم باشه برای چی باید جان خودش رو به خاطر حفظ رژیم بده؟ برای چی باید در این جنگ ضد میهنی شرکت کنه؟ برای چی باید بپره تو آتش رژیم؟ برای چی باید بپره تو آتشی که خامنه ای داره برپا میکنه؟ چرا بایستی این کارو بکنه؟ آیا در جنگ جهانی دوم تشویق میکردی لشکریان هیتلر رو به مقاومت؟ آیا تشویق میکردید لشکریان هیتلر رو به این که برن مثلا فرماندهانشون هرچی دستون بیدن اجرا کنن؟ یا برعکس ما اینا رو قشنگ هممون اینا رو از سر گذروندیم و میدونیم این شعارهای به اصطلاح ملیگرایانه اینها، این شعارها از نظر من شعارهای توخالیه. اینا تماما کسانی هستن که پشت این شعارها قائم میشن برای اینکه به یک نظام نکبت ضد ایرانی ضد ملی چیه امداد برسونن. خیلی واضحه، خیلی واضحه. اما خیلی از یه نگاه دیگه به این حمله اسرائیل امید بسته بودن. میخوام بپرسیم از شما، شما پاسخی به این گروه داری
چی میگی بهشون؟ ببینید آقای بهبهانی، من قبلا هم اینو عرض کردم، هم تو برنامه میهن تیوی اینو گفتم، هم تو برنامه بی بی سی با آقای پرهام گفتم. اولا اسرائیل چنین برنامه برای خودش نداره، اسرائیل چنین هدفی نداره و اسرائیل اساسا مسئلهش این نیست. و بماند به این که اسرائیل، نگاه کنید، اینا تأکید بکردن که بله، امید بسته بودن که مثلا اسرائیل رژیم رو کله پا کنه. اصلا اینجوری نیست آخه. ببینید اسرائیل یه منافعی داره، منافع ملی داره، و بعد اسرائیل یه توانی داره. ببینید اسرائیل، من عرض کردم، یه عمق استراتژیک محدودی داره و اسرائیل یه کشوریه که باید در واقع دو تا کشور رد شه تا برسه به ایران، ملاحظه میکنید؟ و 1800 کیلومتر فاصله است، حداقل 1800 کیلومتر فاصله است. چنین جنگی تا حالا تو دنیا صورت نگرفته، ملاحظه میکنید؟ چنین جنگی صورت نگرفته بین دو تا کشور که 2000 کیلومتر با هم فاصله داشته باشه. درسته آمریکایی‌ها جنگ جهانی دوم اومدن نیرو پیاده کردن، در کجا؟ در اروپا، در کشورهایی که در حال جنگ بودن با آلمان. ولی شما از آمریکا که نمیتونید بجنگید با چه میدونم آلمان، که ملاحظه میکنید؟ و یا ممکنه امریکایی‌ها، بله دیدیم که اومدن از طریق کویت، از طریق کشور حوزه خلیج فارس، از طریق ناوگانشون در خلیج فارس، اینها اومدن حمله کردن به عراق. خب خیلی طبیعیه اینجا، بله ممکنه، ولی اسرائیل چجوری است؟ چجوری است تل آویو یارو بلندشه بیاد تهران بعد خود رژیم بندازه؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره، اصلا در حد ببینید، و اصلا برنامه اسرائیل نیست. اسرائیل که مثل نظام نکبت اسلامی نیستش که مسئلهش نمیدونم محو اسرائیل باشه، یا مثلا مسئلهش محو جمهوری اسلامی باشه، که نه اینکه استقبال نمیکنه، معلومه میکنه، نه اینکه خواهان این مسئله نیست، معلومه هستش، نه اینکه آینده منطقه رو صلح بین ایران و اسرائیل که میتونه راهگشا باشه در منطقه رقم میزنه، تردیدی در این ماجرا نیست. برای اینکه فکر کنید اسرائیلیا منابع داخلی خودشون رو، یعنی منابع ملی خودشون رو، بودجه خودشون رو، امکانات خودشون رو، سرباز خودشون رو صرف این میکنن که بیان نظام نکبت اسلامی رو بندازن، اشتباه میکنه هر کی اون فکر رو میکنه. اصلا چنین انتظاری از اسرائیل داشته غلطه، نه از اسرائیل، از هر کشور دیگه. هر کسی کاری میکنه بر اساس منافع خودش میکنه. خب حالا ممکنه یه موقع ما از این منافع چیه بهره ببریم. اینا رو پس باید بهش توجه داشته باشیم. و من همون موقع هم عرض کردم تو همین برنامه شما چندین بار روی مسئله تاکید کردم که آقا اینا اشتباه میکنن، همچی خبری نیست، اسرائیل چنین کاری نمیخوان بکنن. و حالا خب میگن بعضی ها در اسیر فضای مجازی هستن، و خب تو فضای مجازی حرفا زده میشه، توی اذهان بسیاری این چیزا شکل میگیره، و یه بخش دیگه اینه که مردم ایران واقعا خواهان رفتن این رژیم هست و فکر میکنن هر کسی که اگه بتونه به اینا ضربه بزنه، یا در واقع هر کسی که بتونه زمینه رو براشون ایجاد بکنه، باید ازش استقبال کرد. خب بعد به خاطر همین رویا پردازی هم میکنن، یا تمایلاتشون رو میذارن واقعیت. حالا اونایی که تحلیلگر سیاسی هست، ببینید تحلیلگر سیاسی از نظر من براش سمه که تمایلات خودش رو بکنه تحلیل سیاسی، یعنی بر اساس تمایلات خودش صحنه رو تحلیل بکنه، نه بر اساس واقعیت‌های موجود. این به نظر من خطاست، این خطای بزرگی، خیلی ها مرتکبش میشن. من سعی میکنم از این مسئله فاصله میگیرم. در ارتباط با موضوعم، اون افراد بایستی به خودشون برگردن، نه اینکه حالا اسرائیل بیاد پاسخ بده که چرا مثلا طبق انتظارات اونا رفتار نکرده، یا چرا کم گذاشته توی این مسئله. این دیگه برمیگرده به خود افراد، نه اسرائیلی ها. ممنون از شما. اما
آقای مصداقی، این قصه سر دراز داره، برای اینکه الان یه ده از این فرمانده های سپاه خامنه‌ای یه نطقی کرد و اینها و گفت اینا تصمیم خواهند گرفت و از این مزخرفات همیشگی، یه جوری مسئولیت از خودش رد کرد و به گردن دیگری انداخت و تلویحاً هم به اینا این فرمان رو داد. حالا ایده از این فرمانده های سپاه اومدن و اسرائیل رو تهدید میکنن به حمله نظامی دوباره. این چه پیامدی داره اساسا این حرفایی که اینا میزنن؟ بله، ببینید جناب بهبهانی، خب میدونیم که خامنه ای موضع دو پهلوی گرفت از همون ابتدا. چرا؟ برای که از یه طرف میدونه این مسئله و این حملات متقابل میتونه اون رو وارد درگیری با امریکا بکنه، و از طرف دیگه خامنه ای میدونه در مقابل نیروهای نیابتیش نمیتونه سکوت کنه. یعنی خامنه ای در واقع میان این دو موضوع گرفتار اومده. از یه طرف توان جنگیدن نداره، از یه طرف توان پاسخ دادن به این نیروهاشو نداره. این نیروها بخشش درون رژیمه، بخشش نیروهای نیابتی رژیم در منطقه. ببینید الان یک سال آزگاره که غزه زیر آتش بمبار، حماس زیر آتش بمبار، بسیاری از فرماندهانش کشته شد. حالا بیایم تو حزب الله. در واقع الان یک ماه و نیمه که حزب الله زیر شدیدترین فشار است. لبنان زیر شدیدترین فشار است. در هر صورت حالا کم یا زیاد دارن مقابله میکنن. فعلا تسلیم نشد. هیچ کدوم از این دو تا فعلا تسلیم نشد. ولی فکر کنید نظام نکبت اسلامی که اینا رو انداختشون تو آتیش، اینا رو کرده پیش قرارگون خودش، به اینا قبولونده بود که دنبال محو اسرائیله، با دیدن این که اوضاع اونچنان که فکر میکرد پیش نرفته و با توجه به این که به زمین سخت و سفت رسیده، خب اونا میبینن این داره عقب نشینی میکنه. میگه آقا اگه قرار به ویرانیه چرا ما باید ویران شیم؟ اگه قرار به کشته شدنه چرا ما باید کشته بشیم؟ اگر قرار به جهاده چرا ما باید جهاد کنیم؟ چرا شما نه؟ چرا شما باید سری خودتون رو بکشید کنار؟ چرا نباید یه ساختمون کشور شمایی که عامل تحریک ماست خراب بشه؟ چرا نباید یکی از فرماندهان شما کشته بشه؟ ملاحظه میکنید؟ خب اینو هر کسی فکر میکنه، هر کسی که یه ذره شعور داشته باشه یه خورده که از تک و تا بیفته میشینه راجع به اینا فکر میکنه، میگه مگه اینا نمیگفتن که اسرائیل تا 25 سال دیگه محو خواهد شد؟ خب الان بهترین فرصته، چرا جنگ نمیکنن؟ مگر نمیگفتن اگر یه مو از کمی سری ایرانی کم بشه، خود سلامی گفته بود دمار از روزگارشون در میاریم. خب الان 4 تا ایرانی کشته شدن. مگر نمیگفتن اگر دست از با خطا کنن؟ خامنه ای میگفت تل‌آویو و حیفا رو نابود میکنیم. تو اینا رو نشنیده کسی؟ این تهدیداتی که رژیم میکرده برای کی بوده؟ برای کجا بوده؟ قرار بوده چیکار کنه؟ چی شده که نشده؟ یه موقعی آیت الله منتظری برگشت به خمینی گفت با این شو ببینید این قضیه مال 35 سال پیشه، 36 سال پیشه. گفت آقا ما در جنگ باید توبه کنیم، ما خیلی شعارهایی رو دادیم که در عمل نتونستیم اجرا کنیم، اینها تمامش نیاز به توبه داره. خمینی نکبت در پاسخ به خیرخواهی آیت الله منتظری و واقع بینی آیت الله منتظری اومد و اون بیانیه رو داد که ما در جنگ یک لحظه هم پشیمان نیستیم و و و و اون خزعبلات رو سرهم کرد. خب
تو که جنگ رو میتونستی تو سال 61 تمام کنی، چرا تا 67 ادامه دادی؟ چرا 6 سال دیگه ایران از فرصتهای منطقه‌ای محروم شد؟ این همه جووناش کشته شدن، این همه آسیب دید، این همه محیط زیستش نابود شد، برای چی؟ چه دستاوردی داشت؟ آخر بگی ما در صلح با صدام صادقی؟ خب اینو 6 سال قبل گفتیم. ببینید امروز همون داستان هست. امروز اینها متوجه میشن که اساسا رژیم وقتی که به یک جایی میرسه که دیگه نمیتونه ادامه بده، سریع تسلیمه، حالا تا دور بعد. و این چیزیست که خب نیروهای نیابتی رژیم میشینن بعدا بهش فکر میکنن، حتی خیلی از نیروهای خود رژیم بهش فکر میکنن. شما میدونید بعد از جنگ بسیاری از نیروهای رژیم وارفتن، رفتن دنبال زندگی خودشون، رفتن دنبال نمیدونم فساد، رفتن، حالا این فساد اخلاقی بود، فساد سیاسی بود، فساد اقتصادی بود، دنبال همه چی رفتن، همون نیروهای مخلص قبلی ها. خب شما ملاحظه کنید الان هم همینطوره، خیلی ها چششون باز میشه در درون رژیم که چجوری دروغ میگن، چجوری دیگران رو تو آتیش میذارن، خودشون گوشه میشینن. ملاحظه میکنید وقتی اون آقای یزدی در گفتگوش صحبت میکرد بالای منبر، میگفت اگه خودش و چهار تا بچهش برن لبنان نفر بعدیش منم، اگه برن تو غزه نفر بعدیش منم. و این داره به سخره میگیره خامنه ای رو، راست میگه، میگه خودش چهار تا بچهش نشستن اینجا، بچه مردم رو میفرستن جلو. خب راست میگه. ببینید خامنه ای میان این در کشاکش در واقع برخورد با این دوتا پدیده است، یکی ترس از عملیات، یکی پاسخ به نیروها. مونده چه کار کنه؟ برای همین خامنه ای میاد میگه چی؟ برای همین خامنه ای میاد میگه که مسئولین تماس میگیرن. مسئولین چیه؟ من یادمه خامنه ای رفته بود در سایپا دیدار بکنه از کارخانجای سایپا، فکر میکنم یه ماشینی بود به نام مینیاتور، گفتیم اسم اینو باید عوض کنید. حتی راجب اسم یه ماشین تولیدی اتومبیل اونجا میاد اظهار نظر میکنه، بعد فرمانده کل قواست، مسئولین تصمیم چی بگیرن؟ فرمانده کل قوا تصمیم میگیره. اینجا که میرسه برای این که میخواد از خودش سلب مسئولیت کنه، میاد این حرفا رو میزنه. اما خامنه ای گیره که چیکار کنه؟ کما این که در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله هم خامنه ای گیر بود، خامنه ای مدت ها واکنش نشون نداد. چرا؟ تو پیامش نگفت جوانان ما انتقام خون او را خواهند گرفت. فرمانده های سپاه هیچ کدوم نگفتن. چرا؟ چون در با همین مشکل مواجه بودن. اگه حمله کنن اسرائیل واکنش نشون کنند، اون وقت چی؟ صحنه یک نبرد واقعی است، با شعر و شعار فرق میکنه. و از اون طرف میگو اگه حمله نکنیم جواب حزب الله و حماس و نیروهای خودمون رو چی بدیم که این همه عرض اندام کرد؟ خامنه ای در سبک سنگین کردن این دوتا تصمیم گرفت که حمله کنه. و به حمله کردن. حالا تو این مرحله ببینید اینجاست که اون شطرنجی که عرض کردم، خامنه ای الان باید انتخاب کنه که آیا حمله بکنه یا تسلیم بشه. امروز اگرچه شرایطی رو اسرائیل براش به وجود آورده بود که آبرومندانه بتونه تسلیم بشه و در واقع دست از حمله بر ملاحظه میکنیم، حمله اسرائیل به نوعی شرایط آبرومندانه ای رو برای رژیم فراهم کرده. این چیزیست که امریکایی ها میخواستن، این چیزیست که غربی ها میخواستن که در واقع رژیم بتونه یا یه فرصتی براش ایجاد بشه که عقب نشینی کنه و بپذیره که تموم شده درگیر. خب منتهای مطلب، خامنه ای گرفتار این دو موضوع که به کدوم سمت میل کنه. از نظر من
موضوع این بار با دفعه قبل کاملا فرق. حالا چرا به لحاظ بین المللی عرض؟ تمام قدرت ها خواستن که دو طرف خیشتنداری کن. اسرائیلی ها نشون دادن که با ضرباتی که وارد کردن میپذیرن خواسته غرب رو و پذیرفتن خواسته غرب رو و خیشتنداری نشون داده. خب اینو میبینن. برای همین بعد از پایان حمله اسرائیل گفتن ما از دو طرف دیگه میخوایم خیشتنداری کنن، کسی دیگه حمله نکنه، این دیگه پایان. زدی خوردی تمام شد، حالا دیگه هر کی برد و هر کی باخت دیگه ما کاری نداریم، ولی تمومش کن. شما اگر ملاحظه کنید به درخواست رژیم و همچنین با حمایت روسیه، چین و الجزایر شورای امنیت تشکیل شد. جلسه شورای امنیت به جایی که به نفع رژیم باشه درست به ضرر رژیم تموم شد. چرا؟ چون نماینده امریکا در سازمان ملل متحد موضع شدید و قاطعی گرفت علیه رژیم و تأکید کرد چنانچه رژیم و تهدید کرد چنانچه رژیم دست به حمله بزنه با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد. عواقب شدید میدونید آقای بهبانی، این در واقع یا عواقب جدی serious consequence و این معنا داره. یعنی این بار این عواقب جدی که میگه به این ختم نمیشه که اسرائیلی ها خودشون حمله کنن. به طور قطع و یقین اگر این بار رژیم حمله ای رو به اسرائیل بکنه، پاسخ اسرائیل با حمایت امریکا و با کمک امریکا و با دخالت امریکا، این عواقب جدی که داره میگه. ببینید آقای بهبانی، آمریکا از جانب دولت اسرائیل که صحبت نمیکنه، که دولت اسرائیل خودش اونجا نماینده داره، خودش میگه میزنیم درب داغون میکنیم، حالا هر چی میخواد بگه. اسرائیل یه ماشین پروپاگاندا داره که پروپاگاندا میکنه، خب تبلیغات خودش رو میکنه. امریکا که وظیفه نداره که. وقتی امریکا میاد، وقتی نماینده امریکا داره میاد میگه عواقب جدی داره، داره موضع دولت خودش رو بیان میکنه، نه دولت اسرائیل رو. اسرائیل خودش اونجا نماینده داره و حرفش رو میزنه. ملاحظه بکنید این اون تفاوتیست که اسرائیلی ها رقم زد. یعنی با پذیرش پیشنهادات امریکا عملا راه رو باز گذاشتن برای عملیات مشترک آینده. همه چیز دال بر اینه. حالا رژیمی که باید تصمیم بگیره، خامنه ای، آیا اونجوری که فرماندهان سپاه تهدید میکنن، قالیباف گفته حمله میکنیم، نقدی معاون عملیاتی سپاه گفته حمله میکنیم، آیا واقعا اینها حمله خواهند کرد؟ هنوز معلوم نیست از نظر من. ولی اونچه که برای من کاملا مشخصه و مسجله اینه که حمله اسرائیل در پاسخ به حمله احتمالی رژیم بسیار کوبنده و قاطع خواهد بود و از طرف دیگه محدودیت هایی که این بار داشت و نخواهد داشت و از حمایت عملی امریکا برخوردار بود. ببینید آمریکا در سال 2003 اون تو قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با عراق یه عبارت serious consequences رو گذاشت. این عبارت serious consequences اون موقع ببینید ماها بحث تو شورای امنیت بود برای صدور قطعنامه و عاقبت امریکایی ها این serious consequences رو گذاشتن توش. یعنی چی؟ علیه عراق. این از نظر من زمین سازی برای حمله نظامی
برای انداختن صدام حسین در قطعنامه شده. یعنی آمریکایی‌ها با این قطعنامه زمینه حقوقی لازم برای حمله رو فراهم کرد. حالا عرض میکنم چطوری. این بار مثل اون دفعه نیست اون چیزی که راجع به رژیم گفتن، مثل عراق نیست حالا اونایی که میخوان بول بگیرن به این توجه داشته باشن، حرفای ما رو میرن اتیکایشو بردارن، به این نکته توجه داشته باشن. در اون زمان هم شمال عراق هم جنوب عراق منطقه پرواز من نو فلای زون بود. نو فلای زون. و از طرف دیگه سازمان ملل نماینده هاش و تیم مانیتورینگش در عراق بود با دست باز، هر کجاری که میخواستن در هر شرایطی که میخواستن میرفتن و کنترل میکردن، حتی کاخهای صدام حسین. بسیاری از توان موشکی و تسلیحاتی و شیمیایی و هر چی که شما فکر کنید کشتار جمعی رو عراق دو دستی خودش تحویل داشت. میگفتن 90% خودشون از بین بردن با نظارت سازمان. بخشی از جنوب و شمال عراق رو هم هرگاه که آمریکایی‌ها اراده میکردن با شلیک موشک کروز و با بمباران اونا چیه جایی رو که مد نظرشون بود نابود. پس عراق تحریم اقتصادی مطلقه بود. خب حالا وقتی امریکا میاد توی قطعنامه یا شورای امنیت میاد میگه اگر صدام حسین همکاری نکند با سریوس کانسیکونسز مواجه میشه، یعنی چی؟ یعنی تحریم که خوب کردن، یعنی نو فلای زون که کردن، یعنی پرواز منطقه پرواز ممنوع که کردن، زدن شمال جنوب که کردن، نابود کردن سلاح‌های کشتار جمعی که خوب کردن. پس چی دیگه؟ اینجا بود که امریکا داشت زمینه سازی میکرد. یعنی وقتی امریکایی‌ها، یعنی اونایی که پایین امضا کردن، خب بعداً میمدن خودشون رو با حب بازی ضد جنگ و اینا جلوه میدادن، همه اون اعضای شورای امنیت که اینو امضا کردن و اینو پذیرفتن و به خصوص پنج کشور عضو شورای امنیت اینو پذیرفتن، میدونستن امریکا میخواد چیکار کنه. و اتفاقا بر اساس قطعنامه شورای امنیت دارم عرض میکنم، اگه ما میخواستیم آمریکا رو بکشونیم توی دادگاه، یه قاضی همون بالا نشسته بود، میخواستیم، یعنی یه قدرتی داشتیم که آمریکا رو بکشیمش به دادگاه، به طور قطع و یقین آمریکا در این دادگاه پیروز بود. برای اینکه میپرسید میگم آقا این سریوس کانسیکوئنسزی که شما نوشتید منظورتون چی بود؟ عواقب جدی یعنی چی؟ یعنی تحریم بیشتر؟ خب که همه چیز تحریم کردیم، یعنی منطقه نو فلای زون که خب ما گذاشتیم، که زدن شمال جنوب که خب میزنیم، مانیتورینگ سازمان ملل که خب میکنیم، این عواقب جدی یعنی چی؟ یعنی مثلا عواقب جدی یعنی که مثلا میخوام بگم حوارم از اینها دریافت کنیم، یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی حمله نظامی. اتفاقا کسایی به دکار میشدن که تو حمله نظامی با امریکا مشارکت نکرد. این اون به نظر من زمین سازی بود که امریکایی تو شورای امنیت کردن و اونایی که امضا کردن دقیقا میدونستن چی دارن امضا، و اونایی که موافقت کردن دقیقا میدونستن. و منتها بعدن به اصطلاح خودشون میخواستن آبروداری کنن، مثل همین حقوقوازن که اینجا هستن خودشون ضد جنگ نشون میدن در میان نیروهای ایرانی. تو سطح بین المللی هم عده حقوقباز که خودشون زمینه رو درست کردن برای حمله نظامی امریکا به عراق و خودشون اینو تایید کرده بودن، بعدا میشدن ضد جنگ و بعدا شده بودن ضد جنگ و به امریکا تازه انتقاد میکردن چرا حمله کرده، چرا مثلا در واقع یک جانبه حمله کرده و و و. خب دادگاه میگفت شما به وظیفتون عمل نکردید، راست هم میگفت بر اساس اونچه که تصدیق کرده بودن راست میگفت. حالا این بار ببینید، این بار بیایم نگاه کنیم، وقتی نماینده امریکا تو شورای امنیت میگه رژیم اگر حمله کنه با عواقب شدید روبرو خواهد شد، این عواقب شدید منظور تحریم نمیدونم چه میدونم فلان فرمانده سپاه نیست، این عواقب شدید نمیدونم تحریم نمیدونم دو تا شرکت وابسته موشکی رژیم نیست، این تحریم
اون اقداماتی که تا کنون انجام دادن نیست. این عواقب شدید در واقع به نوعی همکاری با اسرائیل در حمله بعدی خواهد. به همین دلیل من فکر میکنم دنیا و به خصوص اروپایی ها به شدت با این مسئله برخورد خواهند کرد. یعنی هیچ دولتی نمیتونه در اروپا بپذیره که رژیم یک حمله جدید به اسرائیل رو انجام و این به طور قطع عواقب جدی براش داره و عواقب جدی برای مردم ایران و عواقب جدی برای کشورمون و میهنمون داره و خامنه ای داره ایران رو به لبه پرتگاه میبره. کسی که باید محکوم بشه نظام نکبت اسلامی است، کسی که باید محکوم بشه خامنه ای و فرماندهان سپاه است. تحت هیچ شرایطی با هیچ بهانه ای هیچ کسی نبایستی در کنار رژیم قرار بگیره، نبایستی اقدامات ایران ویران کنه رژیم رو توجیه کنه و کثیف‌ترین سیاست لباس ملی گرایانه پوشیدن به این نوع مواضعه از نظر من خائنانه نسبت به ایران و منافع نیست. ازم به حضور شما بریم سراغ یک موضوع دیگه. خانم نسرین شاکرمی مدتی است دستگیر شده، اما به راستی ندیدم اونایی که سنگ نیکا و حقوق بشر به سینه بزنن واکنشی نشان دهن به نسبت به این دستگیری. فکر می‌کنید دلیلش چی آقای مستاق؟ دلیلش اینه که اینا فعال حقوق بشر نیستن. دلیلش اینه که اینا موضع انسان دوستی ندارن. من فکر می‌کنید خانم فاطمه سپهری موقع دستگیر شد چقدر از حمایت اینا برخوردار بود؟ برید برای اینکه اینا آدم ها رو به خاطر انسانیتشون نیست که ازشون حمایت میکنن، که به خاطر حقوقشون که از نیست ازشون حمایت میکنن، به خاطر که یا فکر میکنن همخط اوناست یا میتونن از اون سو استفاده کنن. فکر کنید این آدم هایی که این همه یقدرانی میکنن برای نمیدونم افراد دیگه، مثلا اسماعیل بخشی، مثلا سپیده قلیان، اینا خیلی سیاسی هم فکر میکنید؟ از نظر من که مطلقا نیستن، ولی اینا میتونن از اینا سوء استفاده کنن و میان به قول به نوعی اونا رو باد میکردن توی آسینشون. اینا هم فکر میکردن خبریه. خب ببینید یه آدمی مثل سپیده قلیان اساسا آدم سیاسی نیست، به نظر من مطلقا سیاسی نیست، ولی از احساسات رو سوء استفاده میشه و میدازنش جلو. یه موقعی که میره میفهمه که همه چی رو باخته، چون در این قد و اندازه هم نیست. شما فکر کنید یه آدمی مثل اسماعیل بخشی رو کرده بودنش رهبر جنبش کارگری، قبلش اون محمود صالحی بدبخت رو کرده بودن رهبر جنبش کارگری. فکرشو میکنید شاگرد نوروا تو سقز رهبر پرولتاریای ایران. ببینید اینا دائم به خاطر اینکه به نوعی به زندگی انگلی خودشون اینجا ادامه بدن، این طرف یه همچین آدمایی رو میکنن چی؟ قربانی سیاست های خودشون، قربانی اهداف خودشون، و اینا زندگی ها رو هر که میبازن. و خب حالا میبینید خانم نسرین شاکرمی بله دستگیر شده، مادر داغداره یه دخترش که اومده خارج، آیدا شاکرمی یه دخترش که اونجوری زیر خاکه، این همه مصیبت کشیده. خب ولی میبینید که یک کدوم اینا که سنگ نیکا رو به سینه می زدن امروز صداشون در نمیاد. کنون حقوق بشری،
کونی که پول حقوق بشری میگیره، کونی که ارتساخ میکنه از حقوق بشر، از خون و از رنج دیگران، کو نکبت ها سکوت کردن. چرا؟ چون نسرین شاکرمی داره عقاید سیاسی متفاوت با ایناست. من قبلا هم عرض کردم مواضعی که خانم آتش شاکرمی میگیره، من ماها پیش گفتم این مواضع مواضع مشکوکیه، تردیدی در مشکوک بودنش نداشتم. من بدون اینکه هیچ اطلاعی از پشت پرده ها داشته باشم، ولی گفتم اینا مشکوکه. تو همین میهن تیوی هم ولی خب میبینیم امروز دختر ایشون آیدا شاکرمی میاد توضیح میده راجع به خالش و اینکه چه کرده و چه نکرده و اینکه در واقع چجوری خانواده در مقابل او ایستاده. همه که نمیشه بد باشن که، و چجوری داره از خون نیکا شاکرمی داره سوء استفاده می. نسرین شاکرمی اونجوری دستگیر شده و ایشون در واقع، حالا نه اینکه ما خوشحال میشم برای این مشکلی ایجاد بشه، نه خب ایشون داره یک خط سیاسی رو پیش میبره، یک خط امنیتی رو پیش میبره. برای من مثل روز روشنه. ایشون نه بهایی داده در امر مبارزه، چند ماه دختر خواهرش که در سنین حساس نوجوانی بوده، با بحران‌های نوجوانی روبروست، با درگیری‌های خانوادگی با مادر و با خانواده درگیر میشن، در همه خانواده‌ها میتونه باشه. من از نزدیک بسیاری از این موارد رو میشناسم. او فقط داره سوء استفاده میکنه از خون خواهرزادش بدون اینکه هیچ بهایی پرداخته باشه. ولی خب از این بگذارید، خب برای من الان خیلی چیز نیست و این دردآور برای من سکوت همین سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، همین هایی که سنگ به سینه می زدن، و اینکه چرا پوشش لازم به نسرین شاکرمی داده نمیشه. خیلی عجیبه. حالا در هر صورت امیدوارم که راهی برای ایشون باز بشه. اما این قضیه، این برای قضیه هم داریم. ببینید متاسفانه این مشکلی که عرض کردم فقط در این نیستش که مخالفین سلطنت و نمیدونم پادشاهی خواهان و اینا از این کارهای کثیف میکنن، و این برای قضیه هم تا دلتون بخواد از این کارهای کثیف میکنن. شما برید نگاه کنید وقتی آدمی مثل توماج صالحی دستگیر میشه، به خاطر عقایدش کثیف‌ترین اتهامات میان به توماج صالحی میزنن. اینا شرم‌آوره. هر کی میخواد زده باشه زده باشه، اونی که تو زندانه، اونی که زیر فشاره، این حرفا حرف رژیمه. این موازه موازه رژیمه. اول از اون که ما باید در واقع یک ایران متکثر رو بپذیریم، نگاه متفاوت رو بپذیریم، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی بارها روش تاکید کرده و من در گفتگو با خود ایشون از زبان خود ایشون شنیدم و تاکید خود ایشون شنیدم و از ناراحتی خود ایشون نسبت به مواضعی که تحت پوشش ایشون گرفته میشه شنیدم. خجالت آور این حرف و این کارو. هر کسی که در چارچوب در واقع پادشاهی خواهی از این کارو میکنه، از شاهزاده رضا پهلوی نیست. مطمئن باشید نیست. اینجوری نیستش که اون موافقه و یه در میفرسته جلو. با من بچه‌ام، من دارم دغدغه‌هاشو میدیدم، من خودم شخصا دغدغه‌هاشو نزدیک دیدم، نگرانیشو دیدم،
صحبت خصوصی و علنیش هم دیدم مو نمیزنه با هم دیگه، هیچ پشت پرده ای نداره، هیچ پشت پرده ای نداره، تاکید میکنم هیچ پشت پرده ای نداره، همینی که میبینید، خوشت میاد یا بدت میاد، همینی که میبینی، اصلا پشت پرده نداره. خب حالا یه مسئله بریم بعد، یا مثلا من نگاه میکنم ببینم، حالا چون همه قضیه خانم نسرین شاکرمی رسیدیم، من نگاه میکنم میبینم خانم پرستو فروهر رفته ایران، یه عکسی با خانم آتش شاکرمی داره. ممکن بود منم رفته باشم، حالا اگه منم مثل ایشون ایران میرفتم، یه عکسی مثلا با هر کسی داشته باشم، یا تو خارج از کشور با عکس با هر کی داشته باشم، یا شاهزاده رضا پهلوی عکس با هر کی داشته باشه، به دلایل مختلف شاهزاده رضا پهلوی وایسه بغل یه نفر عکس میگیره که بعد اون نفر تقش در بیاد. بعد من میبینم ادعاهای شریرانه راجع به خانم پرستو فروهر مطرح میشه. خانم پرستو فروهر شاید اینجا و اونجا موازی سیاسی من با ایشون نخونه، خانم پرستو فروهر ممکنه اینجا و اونجا موازی سیاسیش با من نخونه، اما از نظر من که دست از نزدیک بر آتش دارم، یکی از افتخارات جنبش دادخواهیه. شرم بکنید، خجالت بکشید، پرستو فروهر میره ایران، میاد چرا رژیم نمیگیرتش؟ نکبت تا شما رو چرا گذاشتن بیاید خارج کشور همه تو با پاسپورت جمهوری اسلامی؟ خانم پرستو فروهر داره رو جونش ریسک میکنه، در یک موقعیت خاصی قرار داره و این چراغ رو داره روشن نگه میداره، اون ظلمی که بر پدر و مادرش شده رو داره در واقع دادخواهی میکنه. هر کسی چنین جرأتی نداره، هر کسی چنین توانی نداره و هر کسی چنین ظرفیتی نداره که هر سال و هر سال و هر سال این زخمش تازه بشه و تازه بشه و تازه بشه و تازه ریسک و هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. خجالت بکشید، پاس بدارید زحمت دیگران رو، قدر بدونید زحمت دیگران رو، حتی اگه دشمنتونه. شرم‌آور این موازه. تازه بیایی خانم پرستو فروهر رو ببری زیر سوال، هر کی میخواد باشه باشه. حد و حدودی باید داشته باشه. برای من آتش شاکرمی، برای من نسرین شاکرمی عزیزه و من شدیدا محکوم میکنم مواضع آتش شاکرمی رو، ولی دلیل نمیشه هر روش لجنی که به ذهنم میرسه راجع به اینو بگم، که به خصوص راجع به آدمی مثل پرستو فروهر. هر جام که با نظرش مخالف باشم میام نقد کنم، هر جام که با نظرش مخالف باشم میام نقد میکنم. مثلا من ترس و واهمه ای دارم، مگه من ماشین امضا هستم اینجا برای نمیدونم اقدامات اینو؟ ولی اجازه نمیدم به حرمت ها به اینجوری بی احترامی بشه، اونم یه همچین آدمایی. مگه ما چند تا مثل پرستو فروهر داریم؟ مگه ما چند تا مثل پرستو فروهر داریم که وایساده 25 ساله داره اینجوری 25 ساله داره دادخواهی میکنه، 26 سال شد خون مادرش و پدرش رو که اونجوری مظلومانه ریختن، چند تا مثل اون داریم؟ به سادگی میتونست تو ساحل امن خارج کشور باشه و به سادگی میتونست. پرستو فروهری که داره میره ایران، مثل اون نکبت هایی که هر سال برای ییلاق و قشلاق میرن به ایران نیست، برای امر مبارزاتی میره ایران، برای امر دادخواهی میره ایران. باید قدرش دونست، نه اون نکبتی که میره نمیدونم ارث ننه باباشو بفروشه، یا نمیدونم میره نمیدونم فلان کنه و ادعای سیاسی داره. من آدمای معمولی رو کارشون ندارم، اونا به خودشون ربط داره. من اینجا نمیدونم ممیزی ندارم، ولی اونی که ادعای سیاسی داره، ادعای رادیکالیسم داره، بعد نکبت پا میشه میره ایران، من اونا مشکل دارم. بله دارم. مردم عادی هر زندگی میخوان بکنن، حالا چه داخل ایران چه خارج از ایران،
اونا حقشون انتخابشون هم کردن یا انتخابشون رو نکردن، هر جوری میخوان زندگی کنن، کسی نمیتونه بهشون اعتراض کنه تو چرا این کارو میکنی چرا نمیکنی. علی به محضی که رو میاد ادعا میکنه من یقشو میگیرم. نه اینجا نسبت به انتخاب این من حرفی داشته باشم، نه نسبت به ادعاهاش دارم، نسبت به فریبکاریش دارم، نسبت به حقوق بازیش دارم. بعد گفتم حالا سر قضیه خانم نسرین شاکرانی شد، بگم آقا دو طرف ماجرا ما با یه ابتذال درگیری که هیچ ربطی نه به حقوق بشر داره نه به حقوق افراد داره. بله متاسفانه آقا این آقای منشامی بخت با نمیدونه با خودش چند چنده، تکلیفش با خودش روشن نیست به باور من. البته ایشون صحبت های راجع به سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل میکنه و اساسا تو این شرایط این ادعا رو مطرح کردن چه معنی میتونه داشته باشه؟ اینجوری بپرسم. ببینید آقای بهبهانی، من برای اولا نمیدونم نیت ایشون چی بوده، نیت خونی هم نمی کنم. اما من تصور میکنم طرح این موضوعات اونم در شرایطی که هم دولت اسرائیل هم مردم اسرائیل هم مردم ایران نیاز دارن به یک اتحادی بین ایران و اسرائیل در آینده برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه. ملاحظه میکنید ما نیاز داریم به طرح کوروش، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی، اتفاقا طرح کوروشی که میتونه صلح و امنیت رو به منطقه بیاره و نه طرح ابراهیم. این تا زمانی که مسئله ایران حل نشده باشه و تا زمانی که طرح کوروش به میان نیاد امکان نداره طرح ابراهیم بتونه موفق شه و مشکلات منطقه رو حل. نه اینکه من مخالف طرح ابراهیم باشم مطلقا، ولی طرح کوروشه که میتونه به طور بنیادین مسئله خاورمیانه رو حل کنه. و این پیشنهاد از نظر من یا داهیانه شاهزاده رضا پهلوی بوده و کاری به غایت درست بوده و سفر ایشون هم به اسرائیل در همین راستا بوده، یک اقدام ملی میهنی و صلح دوستانه بوده. خب حالا یهو بعد از یک سال خورده یهو میبینیم آقای منشامیر میاد ایشون مطرح میکنه که ایشون نمیدونم به دعوت دولت اسرائیل نرفته، به دعوت نمیدونم دو تا ایرانی تاجر رفت. عجیبه. اولا چرا این موضوع الان مطرح میشه؟ اونم در بحبوحهی که درگیری بین اسرائیل و رژیم در بالاترین سطح خودش که هیچ موقع در طول 46 سال گذشته سابقه نداشته. چرا الان؟ خب این سوال دیگه آقای منشامیر باید به این سوال پاسخ بدن. چرا الان؟ چرا الان ایشون به این مسئله پرداخت؟ چرا 6 ماه پیش نه؟ ببینید، یا چرا الان دوباره تکرار میکنن اگه 6 ماه پیش هم ایشون به این مسئله اشاره داشتن؟ ولی من نکتهش اینو میخوام بگم آقای منشامی، چند نفر تا حالا به دعوت تاجران اسرائیلی به این کشور رفتن، اونم تاجرای با منشأ ایرانی به اسرائیل رفتن و از طرف بالاترین مقامات سیاسی دولتی و حزبی مورد استقبال چند تا حالا بوده؟ یه نمونهش میتونید در طول 75 سال
76 سال آره. که از تشکیل اسرائیل میگذره نمونه بیارید. 76 سال گذشته، یه نمونه بیارید. چند تا رهبر کشور یا وزیر خارجه به اسرائیل رفته که با همه ارکان این کشور دیدار ملاقات داشته باشه، هم نخست وزیر هم رئیس جمهور از حزب مخالف، جز بالاترین رؤسای جمهور کی تا حالا بوده؟ شاهزاده رضا پهلوی با همه دیدار کرد، با معاون حزب لیکود که حزب حاکمه هم دیدار کرد، رتق و فتق امورش هم وزیر اطلاعات مخته داشته، سفرش هم به اسرائیل در سایت وزارت خارجه اسرائیل راجبش صحبت شد. آیا ما حساستر از وزارت خارجه هم داریم؟ آیا وزارت خارجه مثلا اخبار مربوط به حسین کرد شبستری رو منتشر میکنه که در تو شاهزاده رضا پهلوی اونم یه سفر خصوصی شو بزنه تو سایت وزارت خارجه؟ میشه همچین چیزی؟ ببینید ما هم یه خورده تجربه داریم در امور سیاسی، در پروتکل های سیاسی من کار کردم و واردم و میدونم امکان نداره، محال ممکنه کسی در یک سفر توریستی بره و یا به دعوت دو تا تاجر این کشور بره و رؤسای جمهور و دولت باهاش دیدار کنه، اونم تو رابطه پیچیده اسرائیل و رژیم نکبت اسلام. امکان نداره چنین چیزی صورت بگیره. حتی شما در دور افتاده ترین کشورها هم که مهمان تاجر مهم اون کشور باشید، رئیس جمهور و نخست وزیر و بالاترین مقامات حزبی و دولتی براتون ردیف نمیشن. اینا بدیهیات روزگاره. من نمیدونم آقای بلشهری با چی دارن مخالفت میکنن و انگیزه ایشون چیه، ولی تجربه سیاسی من و این مویی که توی راه سفید کردم به من میگه این موضوع نه از جنبه میهن پرستانه ایرانی و نه اسرائیلی منطقی است. امکان نداره چنین چیزی بشه. اینه که من بازم فکر میکنم که این بیشتر یه پاسبول به رژیمه و به دشمنان شاهزاده رضا پهلوی. من نمیدونم چرا باید موفقیت ایشون رو ما تلاش کنیم که خار و خفیف کنیم. چرا بایستی در واقع منکر دستاوردهای این سفر بشی؟ چرا نباید اهمیت این سفر رو به مردم ایران ما نشون بدیم؟ چرا نباید اینو براشون توضیح بدیم؟ چه کمکی به مبارزات ملت ایران؟ من که مطمئنم هیچ، حتی من اصلا بحث اهل نمیگم باید دروغگویی کرده، بحث اصلا این نیست، ولی من همه این صحبتم اینه که این حقیقتی که ایشون میگن کجا این حقیقت نهفته؟ خب این دو نفر تاجری که میشناسن چرا اسمشون رو نمیارن؟ مخفیه؟ دلایل امنیتی داره؟ اگه دلیل امنیتی داره چرا پس از این دو تاجر اسم بردید؟ خب حالا به مردم هم بگید که این دو نفر کیان که اینقدر بد نفوذ دارن میتونن همچین ملاقات های سیاسی رو برای یک نفر رقم بزنن، چیزی که در جای دیگه دنیا اصلا امکان ناپذیره. وقتی میاد توی اسرائیل یه ضریب هم میخوره،
اینه که به نظر من هر جوری حساب میکنم اینا با هم جور در نمیاد آقای ده. نه ابدا. اتفاقا من چند روز پیش داشتم با آقای فؤاد پاشایی دبیر کل همین حزب مشروطه لیبرال حرف می زدم. خب ما رفاقت دیرینه داریم از داستان مربوط بدونم چه 50 ساله. بعد اصلا فارغ از این موضوعاتی که آقای منشأی مطرح کرده، نمیدونم چرا یه صحبت رسید به اینجا که گفت ما اون سفری که رفته بودیم به اسرائیل، اونجا صحبت شد که آیا شاهزاده به اسرائیل میاین. ما بهشون گفتیم که، یعنی گفت من بهشون گفتم که اگر که یک دعوت رسمی از مقام دولتی بشه چرا که نه، ایشون حتما میاد، چرا نمیاد. و بعدن این اتفاق افتاد. مثلا این سفر من مثلا 2 سال 3 سال پیشه از این سفری که شاهزاده انجام دادن، ربطی به این ماجرا نداشت. ولی جالب بود که ایشون به من گفتش که اونجا این مسئله مطرح شد، من گفتم که چرا که نه، اگر که یک مقام رسمی دولتی از ایشون دعوت کنه حتما ایشون میان. و ما خب شاهد بودیم که دیدیم که ایشون با همین آقای نتانیاهو، با وزیر اطلاعات، با کلی از مقامات اسرائیلی گفتگو کردن. این که نمیتونه یه تاجری منو دعوت کنه خونهشون بعد بگه حالا اومدیم اینجا سر را بریم دفتر نخست وزیرم یه سلام علیکی با هم، چیزی که اصلا امکان عقلی نداره. نمیدونم داستان چیه و چرا این حرف رو زده. همونطور که شما گفتی هیچیش به هیچی نمیخونه. اما بریم سراغ این موضوع. اتفاقا یکی از علاقمندان شما، یه عزیزی به نام آقای رضی، یه چند تا ویدیو برای ما درست کرد و فرستاد. ویدیو آخری مربوط به داستان همین فخری زاده است که از گفتگوهای شما هم توی این ویدیوش استفاده میکنه و بعد هم از نقاط دیگه کد میاره و نشون میده که ایران اینترنشنال و اینها و این کارشناساشون اصلا از اصل ماجرا کاملا به دورن و فقط دارن قصه سازی میکنن. اینو از این منظر تعریف کردم. دوستان میتونن برن این ویدیو رو حتما ببینن، توی سایت ما هست، توی کانال یوتیوب ما، آدرسش هم هست youtube.com /forward میهن تیوی عدد 1. ولی میبینیم ایران اینترنشنال دوباره مشغول تبلیغات برای مسیح علی نژاد. اینا دنبال چی هن آقای مصداقی؟ مگه این مسیح اتفاقی افتاده، موقعیت خاصی پیدا کرده، چیه ماجرا؟ نگه نمیدونم، ولی بگو، اونایی که میدونی بگو. نه آقای بهبانی، راستش رو بخواید اینا یه پروژه سیاسیه، وگرنه مسیح علی نژاد چه موقعیتی داره؟ اتفاقی نیفته، چیکار کرده؟ همین از من خندم گرفته بود برای همین اعدام جمشید شارمت. او اومده بود مثلا چیز کرده بود که آلمان باید چنین کند چنان کند. بعد فکرید اینو کردن تیتر خبر تو ایران اینترنشنال. شما فکرید خب منم اومدم موزگیری کردم و همونجا نوشتم که آقای جمشید شارمت به خاطر ضربات هولناک اسرائیل رژیم انتقام از او گرفته و کشته و ابراز نگرانی کردم برای جان احمد رضا جلالی. من تنها کسی هستم که ابراز نگرانی کردم برای جان احمد رضا جلالی و ارتباط دادم بین این دو تا اعدام، بین این دو پرونده، یعنی شارمت و آقای احمد رضا جلالی. خب ببینید آقای بهبانی، شما اگه بخوای بگی خبر مسیح علی نژاد چی کار است،
به خصوص که او برنامه تلویزیونی داره، به خصوص که او کارمند صدای آمریکاست، به خصوص اصلا هیچ موقع در هیچ جای دنیا شما کارمند یه تلویزیون دیگه باشی، کارمند یه تلویزیون و حقوق بگیری یه تلویزیون و یه تلویزیون رقیب نمیاد که صبح تا شب اخبار اونو بکنه تیتر خبری، که یا کامنت های اونو بکنه تیتر خبری، که اصلا این اصلا خنده داره، اصلا این کار حرفه‌ای نیست، ولی خب انجام میدن دیگه، انجام میدن. چرا؟ برای که میخوان چهره درست کنن. برای اینکه یخش که نمیگیره که، آقای بهبهانی ملاحظه میکنید هر کاری هم بکنن یخش نمیگیره. آخه مسیح علی نژاد شما اصلا تو جامعه ایران برید مطرحش کنید، بدون میخندن، واقعا میخندن. اصلا بگید این میخواد مثلا ادای رهبری در بیاره، اصلا این مورد مسخره و مضحکه است. ولی خب اونو ایران اینترنشنال به نظر من یه تلویزیونی نیست که معیارهای حرفه‌ای برش حاکم باشه و بر اساس معیارهای حرفه‌ای و ژورنالیستی کار بکنه، نه مطلقا نیست. و به همین خاطر هم هست خیلی از برنامه هایی که میسازن نه حرفه‌ایه، نه در واقع به لحاظ کارشناسانه است، ولی خب میکنن دیگه، دیگه چی بگه آدم. و در ارتباط با این خانوم هم اونا دنبال پروژه خودشون هستن، مسیح علیزاده هم بخشی از پروژه است. خیلی گرفتاریم آقا تو این شرایط سخت، واقعا به جای اینکه دست تو دست هم بذاریم و تلاش کنیم که مردم از این مخمسه بیرون بکشیم، نمیدونم دنبال چه میگردن. الان شما قبلا راجع به این موضوع بارها حرف زدی، ولی باز دوباره میبینیم که یه عده راه افتادن که یه صندوق کمک به اعتصابات را بندازیم. با توجه به وجود تحریم ها، اینکه بانک ها اجازه انتقال پول نمیدن، اصلا طرح چنین مسئله چه معنایی میتونه داشته باشه؟ بله، ببینید آقای بهبهانی، اصولا یک سری از دوستان عزیز در خارج از کشور خیلی ها هستن، منم دیدم، حتی از این طرحان برای من میفرستن مبنی بر اینکه آقا بیاید مثلا آیا با این طرح مخالفید، آیا با اون طرح مخالفید، بیایید دور هم اینجوری جمع بشید، یا برای مبارزه با رژیم باید چنین کرد و چنان کرد. این دوستان عزیز ما یه چیزی به ذهنشون میرسه، تو خونه نشستن، خودشون هم که قرار نیست بهایی بپردازن که، و یه نوع طرحهایی رو میدن بدون اینکه فکر کنن این طرح قراره چجوری اجرایی بشه و پشتوانش چیه. مثلا عرض میکنم، خب میان صحبت از اعتصابات سراسری میکنم، خب شما فکر میکنید من تو خارج از کشور نشستم، برفرض بکنید یه تلویزیونم دارم، برفرض کنید فکر کنید منو میبرنم نمیدونم ایران اینترنشنال، هر روزم گفتگو میکنم مثل مسیح علی نشان، خب یا نمیدونم مثل اینایی که هر روز میبینیشون یه مشتی رو برمیداره، چی اسمش، برنامه چشمانداز میبره، خب مهدی مهدوی آزاد برمیداره یه روش آدمایی که من روزن کجا پیداشون میکنم برمان کارشناس هم دارم میبرن اینجا. خب حالا من سوالم اینه، فکر کنید برفرض اینا هر روزم بیان اونجا مثلا این رهنمودا بدن، خب مثلا فکر میکنید مثلا یه روی بگه اعتصابات سراسری، اعتصاب سراسری چجوری میخواید اجرا کنید، اصلا چه مرجعی میخواد این اعلام کنه، بعد در چه شرایطی میخواد اعلام کنه، بعد مگه میشه شما بشینید و همینجوری اطلاعیه بدید یا درخواست کنید دادن ملت برن اعتصاب کارگری کنن؟ آقا شما اصلا میدونید اعتصاب کارگری چجوری صورت میگیره؟ اصلا اعتصابات گسترده میدونید هر جای دنیا که صورت میگیره چجوریه؟ اونجا سندیکاهای کارگری هستن، فدراسیون های کارگری هستن، این سندیکا ها کار میکنن، این اتحادیه ها کار میکنن، اونجا قراردادهای دست جمعی کار هست، اونجا وقتی یارو میاد فراخوان میده، بعد اعتصابات سراسری در گدانسک، در کشتی سازی، در صنایع نمیدونم لهستان، کمر دولت یاروزلسکی رو شکاند. این چه ربطی به ایران داره؟ ایران که توش سندیکای کارگری نیستش که، دو تا مردشوری هم ببرنشون نمیدونم همین
خانه کارگر و نمیدونم فلان و شورای اسلامی کار و نمیدونم فلان هست، اینا که مال خود نظام نکبت اسلامیه. با این تو سر کوچه نمیتونی بری، با کدومت حساب آخه؟ اعتصابات این سندیکای کارگری هستن که تعیین میکنن، وگرنه یک توده متفرق کارگر که نمیتونی ببری اعتصاب بکنه، که هفته اول بره اعتصاب کنه، هفته دوم اعتصاب شکنا میان اونجا جایی نم میگیرن، از کارم میدازنش بیرون. مگه به همین سادگیه؟ همینجوری ما بشین میگیم اعتصابات سراسری، کی میخواد اعلام کنه؟ کی میخواد هدایت کنه؟ کی میخواد هر روز تقصیه کنه کارگران یا کارمندان اعتصابی رو؟ کارمند دولت که نمیره اعتصاب کنه که، حقوق سر ماش کی میخواد بده؟ اگه فکر کنید یه ماه کار، یه ماه این اومد نمیدونم اعتصاب کرد، کی میخواد حقوقش بده؟ کی خرج زن بچه‌ش میده؟ کی پول داده؟ میگن آقا مثلا پول آب و برق ندید، خب ندم، خب آب و برق رو قطع میکنه، بعد با التماس جریمه هم بده، بعد التماس کنه که آبش رو بس کنن، برقش رو بس کنن، چی کار کنه؟ هر روز بره خونه همسایه آب بره دوش بگیره، همون بره بگه چیه؟ بگه ما داریم مبارزه مدنی میکنیم. یارو نمیگه برو بابا مرده شروع تو برم با مبارزت، هر روز رو افتاده خونه ما برق نداشته باشه برد کجا بشینه؟ سرباز بسون چی کار کنه؟ با شم زندگی کنه؟ آخه یه چیزی میگی بعد وقت بقیهش فکر نمی کنی چجوری؟ بعد هم قالب این طرح از کجا میاد؟ درست از خارج از کشور، درست از جایی میاد که ملت دستی از دور بر آتش دارن و قرار نیست اونا بهایی بپردازن، حتی اگه صادقانه فکر کنن، حتی اگه برای اینا این کاره نیستن. دوستان عزیزم، عزیزان، به جای اینکه تولید کننده باشید، مصرف کننده باشید. دوستان عزیز، فکر نکنید شما یه طرحی به ذهنتون میرسه که آدمای دیگه به ذهنشون نمیرسه. دوستان عزیز، فکر نکنید شما میتونید به کشفیاتی در امر مبارزه برسید که دیگران نمیرسن یا نمیدونن. ببینید عزیزان، برای طرح هر موضوعی، برای اجرای هر موضوعی باید برنامه مشخص باشه. هیچ در زمان انقلاب تو ایران، اساسا در زمان انقلاب همین اعتصاباتی که میگید شکل نگرفت. یه اعتصاب روزنامه‌نگاران بود، زمانی بود که رژیم دیگه رفتنی بود. اعتصاب روزنامه‌نگاران بود. اصلا اعتصاب روزنامه‌نگاران نه به معیشت ملت کار داره، نه هم کمر یه رژیم رو میشکنه. اگه یه رژیم درست و درمونی میمون، مثل آب خوردن اونو میشکوندش، مثل آب خوردن. نه نیروی سرکوبگر داشت، نه از نیروی اطلاعاتیش استفاده میکرد، هیچی هیچی. اعتصاب کارگران نفت زمانی که کمر رژیم شکسته بود تازه این اتفاق افتاد. تازه بماند که اونجاها یه سندیکاها و یه شوراهای کاری بود که امروز یکیش وجود نداره. در هیچ کس، اونایی که اگه میدونن، آقا من کتاب نوشتم در اینجا، این نقض حقوق سازمان بین‌المللی کار و نقض حقوق بنیادین کار در ایران، بگیرید دوستان مطالعه کنید. در ایران صنایع بزرگ و مادر حتی شورای اسلامی کار ندارن، چه برسه به انجمن اسلامی و نمیدونم یارو چی بود اسمش، خانه کارگر و اینا بتونن در اونجا حضور داشته باشن. در صنایع سنگین ایران، در صنایع مادر ایران اجازه هیچ تشکلی داده نمیشن. در زمان سابق صنایع نفتی ایران که 6 میلیون در روز نفت ایران استخراج میکرد، 60 70 هزار تا نیرو داشت. از این تعداد نزدیک 90 درصدشون نیروهای استخدامی بودن و 10 درصدشون، شاید یه خورده بالا پایین ها رو من دقیقا یادم نیست، نیروهای پیمانی بودن. نیروی پیمانی یعنی اعتصاب شکن، یعنی بیشترین امکان رو داره. بعد امروز این فاصله 1 به 10 شده برعکس، یعنی 120 هزار نفر تو صنایع نفت و پتروشیمی ایران دارن کار میکنن. شاید الان آمارا بیشتر باشه، من نمیدونم، شاید تغییر کرده باشه، اما 1 به 10ش نیرو استخدامیه، بقیهش نیروی پیمانیه، یعنی اعتصاب شکن. آخه همین جوری که نمیشه گفت که
بعد شما فکر میکنید در زمان سابق، برید نگاه کنید اعتصاب روزنامه‌نگاران چند روز طول کشید، اعتصاب نفت چقدر طول کشید. تازه همه اونا داشتن حقوقشون رو میگرفتن، رژیم شاه به همه حقوقشون رو میداد، حقوق هیچ کی رو قطع نمیکرد. آیا نظام نکبت اسلامی همونه؟ چطوری؟ نکنید دوستان، نرید اینا رو هم نگید. یعنی ببینید اینجا میاید، من الان باید این توضیحات رو بدم، البته از یه جهت خوبه دیگران به این فکرها نیفتن. مثلا میخوام بگم یکی میاد مثلا میگه آه شاهزاده رضا پهلوی کاری نمیکنه، چیکار کنه؟ اعلام اعتصاب سراسری کنه. آقا این حرفا چی هستن؟ شما بر خودتون نشستید تر برنامه میریزید و فکر میکنید فلانی که نمیکنه یا اون عقلش نمیرسه یا به اندازه شما مبارز نیست. این یکی دیگه ای که اشتباهات محضیه که آقا بیاین مطرح کنیم صندوق کمک به اعتصابات و اعتراضات، چرا چیزی نمیتونه در ارتباط با نظام نکبت اسلامی محقق شه؟ این نظام، نظام پادشاهی نیست. در نظام پادشاهی این توده‌ای ها رو میبینید وقتی گرفتنشون ستوان بودن یا سروان. در سال 1325، در سال 1332، اینا تا روزی که زندان بودن درجه می گرفتن. زندانی بود، سوتفان بود، حالا شده بود سرهنگ. جدی رو دارم به تو میگم، حقوق سرهنگی رو می گرفتن. تو زندان بودن حقوقشون رو می رفت بالا، می شدن سرهنگ، درجه سرهنگی، معادل به اینا حقوق می دادن. حالا بهشون نمی گفتن جناب سرهنگ، ولی اندازه همقطراشون که می رفتن بالا اینا حقوق می گرفتن. آقا این حقوق یه نفر قطع نکردن. اینا که میشنوید این برابر دروغ و دغل، اونجا چه ربطی داره به رژیم؟ اینا برید ببینید نیکا شاکرمی رو کشتن، مادرش هم میگیرن میبرن اونجا، یه خواهرش هم در تبعید، اگه نبود یه برام سر این درو سمانش کجا به خانواده کسی کار داشتن؟ کجا به خانواده کسی علا رقم همه مخالفتشون کار داشتن؟ اینا اصلا نمیخوان اینا رو ببینن. اگه مشکلی داشتن با همون افراد داشتن، اگه دشمنی داشتن با همون افراد داشتن، با خانواده نداشتن. شما برید نگاه کنید. ببینید آقای بهبهانی، این وضعیت زمان شاه بوده، اینا رو نمیشه مقایسه کنید. یه چیزی هم اگه دوران انقلاب شنیدید و دیدید و با اون یه چیز دیگه است. صندوق اعتصابات چیه؟ کمک به اعتصابات چیه؟ برفض پول جمع کردی چجوری میخوای برسونی؟ به هر کی برسونی براش پرونده درست میشه، این پولش در واقع براش میشه خاطر جونش. مشکل از این براش درست میکنن، مثلا یه داستانی این ور درست میشه تا بخوای بری پول جمع کنی. آقا اینا پولا رو خوردن، اونا رو بردن، که البته بسیاری از مواقع پولا رو خوردن و بردن، بسیاری از مواقع هم کسایی که پولا رو گرفتن بردن و خوردن. در اون ور اساسا این معادله کار نمیکنه. ببینید این بحثایی که شما میبینید در ایران زمانه قبل از انقلاب دو سه ماه بیشتر نبود، تا ملت میمدن بفهمن چی به چیه، کجا به کجاست، داستان تموم شد. در یک دهه ای که یه دهه در لهستان ادامه پیدا کرد، چرا ادامه پیدا کرد یه دهه؟ چرا تونستن؟ آقا بعضی کسایی که کار نمی کردن بهتر از زمانی بود که کار میکردن، برای که دولت جنرال یاروزلسکی در سر کار بود. این دولت به یک سری تعهداتی پایبند بود، یک قراردادی با سازمان بین‌المللی کار نوشته بود، و بعد من تو کتابم اینا رو همه رو توضیح دادم، و بعد در واقع بر اساس اون سازمان بین‌المللی کار یقش گرفته بود. از یه طرف کمک هایی که سازمان بین‌المللی کار میکرد، از یه طرف کمک هایی که کلیسا میکرد، پاپی که لهستانی بود، کلیسا پشت این ماجرا، دولت امریکا پشت این ماجرا،
اتحادیه اروپا پشت این ماجرا بود. ملاحظه میکنید؟ حالا اتحادیه اروپا نه در این حدی که امروز هست. منظورم چون موقع روز که اتحادیه اروپا به این شکل نبود، ولی کشورهای عضو کشورهای مشترک المنافع و اونایی که در واقع اروپا رو تشکیل میدادن و اتحاد اروپا رو تشکیل میدادن، همه اونا حمایت میکردن. اصلا شما تو ساختمان آیل او که میرفتید اون پایینش حالت موزه توری بود. اصلا یکی از افتخاراتشون همین داستان لهستان بود. چون این چیزی اصلا تو ایران تحقق ناپذیره. یه روزی من دلالما این دستیار گالیندوپول و موریس کاپیتون گزارشگران ویژه نقض حقوق بشر در ایران، خود ایشون هم آمریکای لاتینی بود و بعدها خودش هم گزارشگر ویژه شد. من خیلی پیش ایشون میرفتم و اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو بهش ارائه میدادم. خیلی وقتا میشست با من درد دل میکرد. بعد یادم خیلی میونه خوبی با کاپیتان نداشت، چون خود این آمریکایی لاتین بود و قبلا رابطه نزدیکی با گالیندوپول داشت. در سفرهای گالیندوپول به ایران هم همراهیش کرد، از سفرها برای من میگفت، همین درد دل میکرد. ما همیشه سن پیشش بعضی وقتا که میرفتم سندی ارائه بدم باهاش گفتگو هم میکرد. از جمله یه بار حرف خیلی قشنگی زد، گفت این گالیندوپول اینا نمیفهمن. خب این تجربه خیلی سال داشت که دستیار گزارشگر ایران بود و خب کاپیتان تازه گزارشگر ویژه ایران شده بود. بعد او فکر میکرد خب به خاطر شناختی که داره او از اشراف بیشتری برخورداره، که از نظر منم اشراف بیشتری داشت و حرفایی که میزد منطقی بود. ولی نکتهش این بود، میگفت این کاپیتان و این دستگاه فکر میکنن ایرانم مثل آمریکای لاتینه. میگفت فکر میکنن بابا آمریکای لاتین، بعد خودشون آمریکای لاتینی بود، خشن همه کشورها رو میشناخت. که بابا تو همه کشورهای آمریکای لاتین، تو تمام این کشورهاش، تو همه دیکتاتوریایی که میگن، تو تمام اونجا سازمانهای حقوق بشری مستقل دارن کار میکنن، یکی تو ایران نیست. خودش به من میگفت، راست میگفت، درست میگفت، تجربه دو طرف رو داشت. اگه من روی ایران اشراف داشتم، این هم روی ایران، حالا درست اندازه من اشراف نداشت، ولی در هر صورت که طور کلی ایران رو میشناخت، مسائل و مشکلات ایران رو میشناخت، سالها درگیرش بود. آمریکای لاتین هم که تو چنگ و مشتش بود، که من شناخت آنچنانی بهش نداشتم. داوریش کاملا درست بود و حرف درستی میزد. دوستان عزیز، متوجه این مسائل باشید و شبیه سازی نکنید و فکر نکنید فلان جا همچین اتفاقی افتاده، آره حتما فردا تو ایران هم میفته یا باید بیفته، به وقت کنون برداری کنیم. نه، مبارزه که جلو بره، دوستان عزیز، مبارزه که جلو بره راه خودش رو پیدا میکنه، مبارزه که جلو بره اشکال خودش رو برای پیشرفت پیدا میکنه. هیچ کدوم از ماها در خارج از کشور نمیتونستیم بشینیم تر بدیم که چجوری میشه تو ایران جنبش به پا کرد. دیدید تو 1401 چه کرد ایران رو؟ دیدید دنیا رو چی به تحرک واداشت؟ دیدید من و شما هم تو خارج از کشور و ایرانیان رو در خارج از کشور و در بسیاری از شهرهای دنیا به حرکت در آورد؟ ندیدید هالیوود رو به حرکت در آورد؟ دوستان عزیز، یه خورده از این مسائل تجربه کسب کنید، یه خورده از این موارد به نظر من یاد بگیرید و کمتر به این موضوعات بپردازید. جنبش راه خودشو پیدا میکنه، نیاز به این نداره که من براش طرح بریزم، نیاز به این نداره که من بشینم اینجا راهکار به کسی بدم. جنبش مسیر خودشو پیدا. ممنون.